کلون های انسانی یک نسخه بیولوژیکی کامل هستند. آنها شبیه ما هستند، کاملا شبیه ما. حتی گفته می شود می توانند مثل ما فکر کنند. برخی می گویند ممکن است آنها به زودی در میان ما دیده شوند. حتی به گفته برخی از محققین آنها از قبل بین ما بودند. چندین نفر گواهی دادند که شبیه سازی انسان توسط پروژه های نظامی با بودجه بسیار طبقه بندی شده توسعه یافته است. حتی ممکن است برخی از سلبریتی ها و افراد مشهور هم مخفیانه با کلون ها جایگزین شده باشند. اکنون با پیشرفت های علمی خیره کننده جدید و اسناد منتشر شده، حتی چندین چهره مشهور از جمله با و نیکی میناژ درباره شبیه سازی انسان و توقف آن مطالبی هم توییت کردند. من درباره چیزی صحبت میکنم که زمانی به قلمرو علمی تخیلی تنزل داده شده بود، اما حالا به نظر میرسد که واقعیت داشته باشد و زمان آن رسیده است که شبیه سازی انسان را از نزدیک ببینیم. در سال 1997 محققان در اسکاتلند جنجال بزرگی در جهان ایجاد کردند. آنها توانستند که تنها از یک گوسفند بالغ در آزمایشگاه یک پستاندار بالغ را با موفقیت شبیه سازی کنند. در همان زمان و در صفحه اول مجله تایم نوشته شد: آیا نسخه دیگری از شما وجود خواهد داشت؟ در 24 ژانویه 2018 دانشمند آکادمی علوم چین و مؤسسه علوم اعصاب در شانگهای از اولین شبیه‌سازی موفقیت آمیز بر روی میمون رزورس خبر داد که این به معنای نزدیک شدن به کلونسازی انسان بود. اما آیا این دستاورد واقعا اولین در نوع خود محسوب می شود؟ به طور کلی یک روند معمولی محسوب می شود که پروژه های تحقیقاتی طبقه بندی شده دولتی که به عنوان پیشرفت های فنی و علمی توسط دولت سایه معرفی می شود، معمولا 30 سال جلوتر از آن است که اکنون از آن گفته می شود. به زبان ساده تر، یعنی آنها خیلی وقت پیش به این تکنولوژی دست یافتند. الکس جونز در یک برنامه رادیویی به این موضوع اشاره کرد که در سال 1996 بی بی سی گزارشی از شبیه‌سازی مخفی انسان را داد و گفت این موضوع از 5 سال قبل از آن که اعلام کنند شروع شده بوده در جاهایی مانند کره جنوبی، انگلستان و مناطق دیگر. شما می توانید یک مقاله در همین رابطه را در مجله لایف در سال 1965 مشاهده کنید و یا در سال 2011 مقاله‌ای در بی بی سی را با موضوع شبیه سازی انسان سلول‌های بنیادی مربوط به جنین را می‌سازد مشاهده کنید. درباره موضوع کلون‌ها ما صحبت‌های دکتر پیتر بیتر را هم داریم. دکتر پیتر بیتر توسط جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا به عنوان مشاور کل بانک واردات صادرات ایالات متحده در سال 1979 بسیار قبل‌تر از انجام پروژه شبیه‌سازی گوسفندی به نام دالی منصوب شده بود. او می‌گوید باور کردن اینکه بسیار از حیوانات قبلاً با موفقیت شبیه‌سازی شده باشند سخت است. انواع حیوانات در آزمایشگاه با موفقیت تولید شدند و این چیزی نیست که مردم را آزار می‌دهد، بلکه مهم موضوعی است که در آن ادعا شده است کلون‌های انسانی نیز وجود دارند. در سال 1979 رابرت مک‌کانل استاد ژنتیک و زیست‌شناسی سلولی کالج علوم زیستی دانشگاه مینه‌سوتا گزارش داد که موش‌ها و برخی از حیوانات بزرگ اهلی شبیه‌سازی شدند و باید بدانیم که زیست‌شناسی تولید مثل موش و پستانداران دیگر شبیه به بیولوژی تولید مثل انسان است. خب، با توجه به اینکه چنین اظهاراتی در اواخر دهه 70 بیان می‌شد، احتمالاً آنها می توانستند انسانها را نیز شبیه سازی کنند. در سال 2012 روستاییان در جنوب روسیه به یک کشف وحشتناک برخوردند. بشکه های زباله بیولوژیکی حاوی 248 جنین انسان پیدا شد. راست ها پیرامون منبع اجساد این کودکان هنوز وجود دارد، اما آن منجر به حدس و گمان پلیس و مقامات پزشکی شد و برخی کارشناسان حدس می زنند که آنها نتیجه یک پروژه شبیه‌سازی فوق سری روسی بودند. موضوعی که این شک را برای پلیس به وجود آورده بود آن بود که پزشکان گفته بودند به نظر می‌رسد نویفل رای در اعضای بدن
جنین ها مشاهده شده است که از نظر تئوری می تواند برای جوانسازی افراد استفاده شود، که احتمالاً هدف آنها استخراج یک ماده از اندام های این جنین ها بوده است. در حقیقت این جنین ها نیمه انسان و نیمه مصنوعی بودند. یکی از رایج ترین انگیزه های شبیه سازی برای اندام های جایگزین است که از نظر تئوری این گونه تعریف می شود که می شود اندام های کلونی سالم و البته دقیق را با استفاده از دی ان ای ایجاد کرد و از آن به عنوان اندام های جایگزین بهره برد. این احتمالاً خیلی هیجان انگیز محسوب می شود و البته ترسناک که برای ما انسان ها قطعات یدکی ساخته شود، دقیقا مانند ربات ها و ماشین ها. این یعنی هر کس می تواند یک کلون از خودش را داشته باشد که در زمان نیاز از اعضای آن برای جایگزینی با اعضای بدن خود بهره ببرد. چنین سناریو و داستانی را در سال 2005 در فیلم جزیره دیده ایم که در آن یک شرکت برای افراد ثروتمند کپی های آنها را شبیه سازی می کند و در زمان نیاز در اختیار آنها قرار می دهد. جدا از آن که آیا این علم و تکنولوژی می تواند در جهت بهبود مسائل پزشکی مفید باشد یا خیر، سوال اصلی این است که این عمل چقدر انسانی محسوب می شود؟ و موضوعی که مهم به نظر می رسد این است که آیا می توانیم باور کنیم که دولت سایه کابال از این موضوع برای منافع خود بهره نبرده باشد؟ به طور مثال یک هنرمند چقدر می تواند برای یک سیستم ارزشمند باشد؟ یک هنرمند به واسطه آنکه سیستم برای او هزینه های زیادی کرده است تا بتواند گروهی از مردم را با او همراه سازد و در زمان مناسب از او در جهت منافع خود بهره ببرد، یک کالای ارزشمند محسوب می شود. حال تصور کنید که اگر این هنرمند تصمیم بگیرد که کار را ترک کند و دیگر ادامه ندهد و یا یک اتفاق غم‌انگیزی برای او رخ دهد، سیستم از هر لحاظ منافع خود را از دست خواهد داد. بنابراین اینجا هست که این علم و تکنولوژی چاره کار آنها خواهد بود. شبیه سازی و کلون به آنها این اجازه را می دهند تا کنترل را دوباره به دست بگیرند. البته که این یک مثال بود و آنها می توانند برای جایگزینی افراد در همه بخش‌های جامعه و سطوح مختلف از آنها بهره ببرند. گفته می شود ایلومیناتی افراد مشهور بسیاری را شبیه سازی کرده است. حتی برخی حدس می زنند که در گذشته کلون‌های افراد مهمی که فوت کردند دوباره به عنوان سیاستمدار، بازیگر و یا خواننده و یا یک فرد تاثیرگذار به جامعه بازگشتند و فعالیت کردند. البته که این تنها می تواند یک تئوری باشد، اما دنیایی را تصور کنید که در آن هنرمندان افسانه‌ای و یا ورزشکاران و سیاستمدارها می توانند به زندگی برگردند. تصور کنید داوینچی را شبیه سازی کنند. مگر غیر از این است که کلکسیوندارهای ثروتمند مبالغ هنگفت را برای یادگاری‌های متعلق به ستاره‌های مورد علاقه‌شان می پردازند؟ مطمئناً یک داوینچی شبیه سازی شده برای آنها ارزشمند خواهد بود. می‌بینید از هر لحاظی که شما فکرش را بکنید، کلون‌ها برای آنها ارزشمند هستند. در سیاست، در بخش رسانه و هنر، در بخش پزشکی، در بخش‌های نظامی و برخی از این کلون‌ها نیز صرفاً برای سرگرمی استفاده می‌شوند. مانند ورزشکارانی در بعضی از مسابقات رزمی و یا انحرافات جنسی و یا قربانی‌های آیین‌های ایلومیناتی. باید بدانیم که آنها خواسته‌های شیطانی دارند. اگر یک نامزد واقعی ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شد و تحت کنترل کابال قرار نمی‌گرفت، آنها می‌توانند با استفاده از کلون نقش او را بدزدند و همه چیز را کنترل کنند. در خبری نیویورک تایمز نوشت که باربارا استرایسند سگ خود را شبیه سازی کرد و شما نیز با 50,000 دلار می توانید کلون حیوان خود را داشته باشید. خب احتمالاً به زودی ما خواهیم دید که با پرداخت مبلغی می توانیم کلون خود را داشته باشیم. ولادیمیر ژیرنوفسکی رهبر لیبرال دموکرات های روسیه پیشنهاد کرده است او را شبیه سازی کنند و از آن به عنوان شبیه سازی به نفع ملت یاد کرده است. او گفته است که شبیه سازی یک درمان برای بشریت است و گفته است که ما باید افراد باهوش و با استعداد را شبیه سازی کنیم. اما باید بدانیم از نگاه بعضی از محققان شبیه سازی
این علم و تکنولوژی مدرن محسوب نمی شود. آنها می گویند بیگانگان باستان، آنوناکی‌ها و خزندگان این دانش را با خود به زمین آوردند. در واقع این تکنولوژی هزاران سال است که روی زمین استفاده می شود. اریش فون دانیکن در کتاب عرابه خدایان نوشته است که و اولین ایده جسورانه از آنجا به وجود آمد که سلول‌های بدن باید حفظ شود و جسد در مکانی بسیار امن نگهداری شود تا بتواند پس از هزاران سال بیدار شود و به زندگی جدید خود وارد شود. آیا مسافران فضایی در ماقبل تاریخ دانشی داشتند که ما باید آن را به دست آوریم؟ آیا آنها روش‌هایی را می‌دانستند که با آن می‌توانستند اجساد را درمان کنند تا در هزاران سال بعد دوباره احیا شوند؟ از صحبت‌های اریش در این کتاب می‌توان نتیجه گرفت که او دلتراش بوده تا شبیه‌سازی این فرمانروایان باستانی را بیان کند، مانند آخناتون که هزاران سال بدن خود را به عنوان هدیه‌ای به علم برای آیندگان خود به یادگار گذاشت. همینطور می‌توانیم تصور کنیم که آخناتون بدن خود را با این هدف که آیندگان او را دوباره به زندگی برگردانند برای آنها به یادگار گذاشته باشد. احتمالاً این همان دلیلی بوده که افراد مهم در گذشته مومیایی می شدند. این موضوع شاید برای شما جالب به نظر برسد اگر بدانید که باراک اوباما شبیه فرعون آخناتون است. و آن شاید برای شما جالب تر بشود اگر بدانید همسر اوباما یعنی میشل اوباما نیز از نزدیک شبیه مادر فرعون آخناتون است. فرعون آخناتون دو دختر از نفرتیتی ملکه داشت. آنها نیز از نظر چهره به مالیا و ساشا دختران اوباما بسیار نزدیک به نظر می رسند. آیا این فرعون و خانوادهش با شبیه سازی بازگشتند؟ دوستداران این فرعون مصر میگویند ایجاد نظم نوین جهانی در جهان کنونی برگرفته از اندیشه های این فرعون است و او را اولین واقع‌گرا در دموکراسی میدانند. جالب‌تر میشود اگر بدانید نام رمز دختران اوباما یعنی مالیا و ساشا توسط سیا روزباد و ردینس است، به معنای گل روز باز نشده و درخشنده، همان گلی که پادشاه آخناتون و نفرتیتی قبل از آنکه خدای خورشید را اعلام کنند می‌پرستیدند. امیدوارم بتوانم درباره نفرتیتی در آینده بیشتر برای شما توضیح بدم. فکر می‌کنید چه تعداد از آنها به عنوان سیاستمدار، هنرمند و شاید دانشمند دوباره بازگشتند؟ البته تنها آنها نبودن و نیستن که این دانش رو دارن، بلکه گفته می شود اعضای فدراسیون نور کهکشانی نیز از این فناوری شبیه سازی اطلاع دارند و بهره می برند. در سالهای گذشته مردی از زمین توخالی به نام بیلی فیبودار بارها و بارها گفته بود که کابال یعنی همان حاکمان مخفی این جهان خیلی وقت است که رفتن و از این دنیا به زمین دوم منتقل شدند. احتمالاً تعجب کرده باشید. بله، زمین دوم، یک کلون از یک سیاره. او گفت که این زمین پشت خورشید است. در حقیقت از آن به عنوان زمین دوم نام می‌برند که مانند یک زمین شبیه‌سازی شده است. دقیقاً در همان مدار زمین قرار دارد اما مکان آن در پشت خورشید است. ما این سیاره را نمی‌بینیم زیرا چرخش آن با زمین هماهنگ است. یعنی موقعیت آن برای ما همیشه پشت خورشید است. هنگامی که زمین به دور خورشید می‌چرخد، زمین دوم در همان زمان حرکت می‌کند. البته که این مطلب هیچ منبع علمی ندارد و تنها یک تئوری محسوب می‌شود، آن هم با استناد به افشاگری بیلی. این افشاگری از سوی بیلی شاید یکی از سخت‌ترین چیزهایی باشد که می‌توان آن را باور کرد. زیرا به خوبی می‌دانیم که اعضای عالی رتبه این حاکمان مخفی هنوز در جهان هستند. در رسانه‌های جهان، در اجتماعات و سخنرانی‌ها دیده می‌شوند. چگونه ممکن است آنها ناپدید شوند در حالی که هنوز از نظر فیزیکی اینجا روی زمین هستند؟ اما اگر بیشتر دقت کنیم، در این چند وقت اخیر توجه مردم به چهره‌های متفاوت و قد و اندام سیاستمدارها و هنرمندها و افراد معروف جلب شده است که حتی گاهی مردم میگویند احتمالاً آنها بدل دارند. مطمئناً برای شما هم در این چند وقت این اتفاق پیش آمده که فکر کردید چرا چهره و شاید اندام این افراد تفاوت پیدا کرده است. اگر بتوانیم باور کنیم که افراد واقعا شبیه سازی شده باشند،
این تفاوت‌ها قابل درک‌تر می‌شود. ولی باید توجه کنیم که این افراد نسخه اورجینال خود نیستند. سوال دیگری می‌تواند باشد که آیا این کلون‌ها توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند و یا توسط فردی از راه دور و در یک مکان دیگر؟ و یا اینکه این کلون‌ها خود دارای ذات و سرش هستند؟ مطالبی انتشار پیدا کرده که در آن افرادی ادعا می‌کنند با فدراسیون کهکشانی در ارتباط هستند و می‌گویند این فدراسیون بدن جان اف کندی را با یک کلون تغییر داده است. آنها گفتند که نقشه ایلومیناتی ها برای ترور جان اف کندی مطلع بودند و بنابراین قبل از ترور تصمیم به جایگزین کردن یک کلون با جان اف کندی کردند. گفته می شود که در آن زمان اعضای خانواده جان اف کندی تأکید کردند که فردی که با چندین گلوله کشته شده است کاملا شبیه به جان اف کندی نبوده است، که این شهادت صحت ادعای افرادی را که میگویند کهکشانی ها جان اف کندی را با یک کلون جابجا کردند تا از جان او محافظت کنند تقویت میکند. شما در این مدت مطالبی را خوانده اید و یا خواهید خواند که نشان میدهد که بعضی از افراد مهم به ویروسی آلوده شدند و یا بیمار شدند و یا مردند، اخراج شدند و یا موقعیت کاری خود را ترک کردند و یا رهبران و سیاستمدارها و هنرمندانی را می‌بینید که چهره و رفتار آنها مقداری تغییر کرده است. گفته می‌شود که در حقیقت بعضی از این اعضای کابال دستگیر، محاکمه و به قتل رسیدند و در حال حاضر کلون‌های آنها روی زمین راه می‌روند و به جای آنها در مکان‌ها و رسانه‌ها حضور دارند که البته توسط نیروهای کهکشانی کنترل می‌شوند تا همه چیز عادی به نظر برسد. اما باید بدانیم که نیروهای تاریک همچنان وجود دارند و این نبرد همچنان ادامه دارد.